خب درود به همه شما دوستان از مهربون، هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. فراد متقی هستم با اخبار خاموش، که بازم با اخبار 24 ساعت گذشته در خدمت شما هستم. امیدوارم این بخش خبری مورد پسندتون واقع بشه. اگر تا حالا در کانال سابسکرایب نکردید لطفا سابسکرایب کنید که بتونیم راحت‌تر هم دیگر پیدا کنیم، و در هر زمانی که ویدیو رو می‌بینید لایک بزنید که از طریق الگوریتم‌های یوتیوب و گوگل به فارسی زبانان بیشتری اخبار بدون سانسور پیشنهاد داده بشه. اما بریم بخش اول برنامه رو با اعتراضات 24 ساعت گذشته شروع میکنیم. بله، اعتراضات سراسری دیروز به اصفهان هم کشیده شد و شهرهای بیشتری محل حضور گسترده مردم و شعار علیه جمهوری اسلامی بود. جو امنیتی سرکوب و بازداشت معترضان ادامه داره، اما جمهوری اسلامی نتونسته مردم رو به خونه برگردونه و اعتراضات رو متوقف کنه. و ما دیشب هزاران نفر در شهر گلپایگان به خیابان اومدن و تظاهرات بزرگی علیه جمهوری اسلامی برگزار کردند. معترضان که غالبا دختران و پسرهای جوان بودند، شعارهای از جمله رضا شاه روحت شاد، حکومت سپاهی نمیخوایم نمیخوایم، خامنه قاتل، حکومتش باطله و نه تفریح نه پیشرفت، جوانیمون هدر رفت سر دادند. بله، اما گلپایگان نخستین شهر در استان اصفهان که مردم به این شکل گسترده قیام کردند. نیروهای امنیتی و یگان ویژه پس از آغاز اعتراضات مردم به معترضان حمله کرد و تعدادی از معترضان را بازداشت کردند. نیروهای امنیتی همچنین از شوکر و گاز اشکاور برای سرکوب اعتراضات ضد حکومتی در گلپایگان استفاده کردند، این در حالی که مردم تا نصف شب در خیابان‌ها حضور داشت و شعار سر می دادند. اما در استان چهارمحال و بختیاری اعتراضات به شکل گسترده و منسجم از سوی مردم ادامه داره. در شهر کرد که طی روزهای گذشته مرکز اعتراضات بوده، همچنان مردم دیشب به خیابان اومدن و شعارهای از جمله مرگ بر دیکتاتور، رضا شاه روحت شاد، رئیسی حیا کن، مملکت رو رها کن رو سر دادن. جو امنیتی و انتظامی شدیدی بر شهر کرد و دیگر شهرهایی که قیام کردن وجود داره. در یکی از ویدیوهای منتشر شده نیروهای ضد شورش در وسط خیابانی در شهر کرد با خشونت زیاد در حال بازداشت یک شهروند و انداختن او پشت وانت نیروی انتظامی هستند. نامردا، خیلی نامردین. اینجا شهر کرده، رحم نمی کنن نامردا، بی شرفا. دارم به زور سوار ماشینش میکنم. خاک بر سرتون. گزارش های منتشر شده از کشته شدن یک دختر 17 ساله در شهر کرد که در اعتراضات خیابان اقبال لاهوری تیر خورده و پس از انتقال به بیمارستان جان باخته. ویدیوی دیگری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که دو جوان با پرتاب کوکتل مولوتوف قصد به آتش کشیدن حوزه علمیه شهر کرد رو دارند. یعنی لونه اصلی مشکلات و ریشه اصلی مشکلات رو پیدا کردن، میخوان بخوش کنن. 26 اردیبهشت شهر کرد، زنده باد قیام بختیاری، آتش زدن حوزه علمیه، مرگ بر خامنه‌ای. زنده باد بختیاری. شهر جونقان نیز دیشب با وجود
جو امنیتی و نظامی سنگین صحنه حضور مردم معترض بود. بر اساس گزارش ها نیروهای نوپو به این شهر اعزام شده تا با همراهی دیگر نیروهای امنیتی و ضد شورش سرکوب مردم را ادامه بدن. در یک ویدیو نیز اعزام یک دستگاه تانک جنگی به این شهر دیده میشه. جالبه که این خبر رو العربیه کار کرده. تانک هم بیان چهار ماه با تانک بگو بگیر حالا یه مالکشه باشم میگم بابا داشته میرفتیم اینجا شماره گذاری پلا جدید بگیره. همچنین در علی گودرز روستای شولاباد مردم با مامورای نیرو انتظامی در مراسم خاکسپاری پیشعلی حاجیوند از جانباختگان اعتراضات درگیر شدن. مامورای نیرو انتظامی سپاه با هم بودن که گویا به ماشین سپاه تیراندازی هم کردن. خیلی این تصویرش مشخص نبود. ماشین استفاده امروز در شولاباد هدف گلوله قرار گرفت. بله، بارها گفتیم که هر چیزی زمانی داره، از وقتش که بگذره دیگه واقعا کنترلش بسیار سخت میشه. اما در کازرون مردم در اندیمش دستفول و بابا حیدر هم همچنان در خیابان بودن. در کازرون اما ویدیوی امروز اومد که عجیب و غریب نشون میده که قدرت واقعا دست کیه. نشون میده که چرا نباید قدرت خودمون رو دست کم بگیریم. وقتی همه با هم باشیم هیچ کس هیچ کاری نمیتونه بکنه. وضعیت امروز 27 اردیبهشت کازرون. خدا قوت خسته نباشید میگیم به جوانای غیور کازرونی. اما بریم پشمندش میچسبه، بریم سراغ یکی از انگل زاده های دیگه که میخوام بهتون معرفی کنم. اینا تعدادشون بسیار بسیار زیاده ولی سعی میکنیم هر موقع اطلاعاتی دستان برسی یکی دیگر رو رو کنیم. تقاضا داریم از هموطنهای عزیزمون که در این کشور زندگی میکنن، حالا به رسم ادب هم شده، یه سر به اینا بزنن، یه عرض ادبی، یه عرض سلامی از جانب من حداقل داشته باشن. تصاویری که مشاهده میکنید زندگی اسلامی مهران حق، بازیگر و تهیه کننده سینمای هالیوودی، داماد شهید پرور آیت الله احمد ایروانی هستش. جالب بدونید که ایشون در کارنامه‌اش یک دو تا فیلم خیلی خوب هم داره. یعنی یکیش که همین فیلمیه که ملاحظه میکنید، فیلم بسیار بسیار جالبی هم هستش، بلست نمیدونم چی که فیلم ستاپ هم که جز از فیلم‌های بسیار معروف موزیکال رقصی بودش که بازی کرده بوده. اما خب آقای آیت‌الله احمد ایروانی رئیس مرکز مطالعات اسلام و خاورمیانه در واشنگتن، مجتهد صادراتی نظام، عضو در سایه مذاکرات هسته‌ای، دلال املاک مرجان شیخ الاسلامی و سایر دزدان نظام در آمریکا هستش. احمد ایروانی سه تا دختر هم داره، اسامی دختراش هم بسیار بسیار جالبه. حالا اینم بهتون بگم شاید براتون جالب باشه که من نمیدونم چرا این تصاویر این الان نمیاد. یک لحظه من عذرخواهی میکنم، چرا باید صورت من اون زیر شما تحمل بفرمایید. مثلا من یه عکس دیگه بیارم بذارم اونجا. بله فکر کنم الان دیگه به قول دوستان مجل حل شده باشه. بله این دختر خانوما آقای احمد ایروانی هستن. بنده خدا فکر کنم سعیش هم کرده اینا رو یه جوری مومن بار بیاره ولی خب نمیشه دیگه. از مومنی فقط رنگ مشیشو گرفتم. اسامی نگاه کنی، بشرا، خدا، گوهر و شریعه. من بودم اینو مثلا توی
آمریکا میخوان صداش کنن چی صداش میکنن، مثلا میگن گوهر، ره رو سخت میگن، مثلا میگن گوهی، نمیدونم چی صداش میکنن. ولی اینا دختران آیت الله احمد ایروانی، رئیس مرکز مطالعات اسلامی واشنگتن دی سی هستن. و اینکه مهران شوهر هدا ایروانی هم مدل اینستاگرامیه و هم فعال فرهنگی مبلغ اسلام و آرمان‌های امام، ببخشید امام آفتابه ها باید بگیم دیگه، امام چی بگیم، کسی که از همون اولش هم معلوم بود که نیتش چی بود اومده ایران. بگیم این همه آدم مگه میشه عکس داشته باشه به آفتابه؟ بله میشه، اینا داشتن. اما یادتون باشه پس دیگه اگر یه موقع آمریکا بودید دیدید این دوستان رو، اون بحث معروف رو داشته باشید، نظرشون در مورد همه چیز بپرسید، یه سلام علیکی خیلی مشکل هم داشته باشید، بذارید که اتفاق ادامه دار باشه دیگه. الان پرویز پرستویی ببینید، پرویز پرستویی که به لطف دوستای خوبمون اتفاقات خوب براش افتاد، الان مرتبا داره در همین رابطه صحبت میکنه. اجازه دوباره تصویر این طرفم رفت. بله، در مورد پرویز پرستویی صحبت میکردیم که به لطف دوستامون در لس آنجلس حسابی ماهیتش برای مردم روشن شد، گویا بعد از برگشت تحت فشار زیاد از طرف مردم بوده. قاعدتا یه بار گفتم دیگه، موتوری رد میشه فوش میده، بالاخره آدمای مختلف توی دوست داشتم هستن، سلام علیکی دیگه یارو، یا خجالت نکشیدیم. در یک حرکت سامورایی وار یه پست میذاره اینستاگرامو، مثلا به خیال خودش نامه‌ای به آقا مینویسه از نظام، بعد از کلی پاچه خاری باور کنید دو صفحه متن می‌نویسه، تهش یه جمله انتقادم والا در مورد اون چیزی که نوشته بگیم زیاده، یعنی خیلی گندش کردیم اگه بگیم انتقاد میکنه. ولی خب حالا مطالبی اونوری می‌نویسه و شروع میکنه مثلا در مورد مسائل صحبت کردن. اونم چی گفته؟ حالا گفته آقا روانیست مردم از نداری و تنگ دستی در خیابان‌ها گاز اشکاور بخورند و گلوله. همینا، تمام این متنه که میبینید مجیزه، یه جمله اینو گفته، نه اینکه روانیست شما گلوله بزنین، روانیست مردم گلوله بخورن. ببین ما حتی تو انتقادم میگن آقا درست صحبت کن با یارو، نمیگن درست نیست که یارو اینجوری باهاش صحبت بشه. اونی که داره گلوله میزنه که مشخصه، میگه روان نیست، نه به جای اینکه بگه روانیست شما گلوله بزنین، میگه روانیست مردم از نداری گلوله بخورن. یعنی چی؟ یعنی که مردم گلوله نخورن، یه چیز دیگه بخورن، مثلا یه چیز دیگه بفرستید تره بار، مردم برن اونو بخورن. چرا باید مردم گلوله بخورن؟ برای پوستشون حساسه. ایشون در نامش یه چیزایی گفته که این خودشاخ پنداری که پرویز پرستویی توی نامه نشون داده، خیلی رو کراس بگم برای پرویز، برای امیر تتلو گفته، یعنی امیر تتلو خودشو اینقدر گنده نمیدونه که اگه بخواد با کسی صحبت کنه بیشتر جوانب ادب رو رعایت میکنه. اما خب دیگه، حالا پرویز پرستویی که شاید بزرگترین رویداد ورزشیش غلط زدن بی دست باشه، به قهرمان ملی ایران صفتهایی رو گفته که فقط از یک احمق برمیاد. در نامش به خامنه‌ای سام رجبی عزیزمون قهرمان پوشالی دوپینگی جدو و آواره خطاب کرده. براتون جالب نیست؟ پرویز پرستویی به سام رجبی با این همه مدال گفته قهرمان پوشالی دوپینگی جدو و آواره، در صورت اینکه خودش کیه آخه به اون میگه قهرمان پوشالی؟ نهایتا ممکنه نقش دوتا قهرمان رو بازی کرده باشی دیگه. بزرگترین کاری که تو زندگیت کردی، بزرگترین افتخاری که واسه کشورت آوردی چی بوده؟ خیلی میخوام بدونی سام رجبی افتخار چی آورده. واکنش سام رجبی به اتفاق عالی بوده. این بزرگ میهن پرستمون گویا پشیمون میشه، یا بهش میگن آقا داداش پس حرمت چی میشه؟ حالا اینم بگم، اول واکنشو ببینید، بعد رفته نامه رو پاک کرده، تازه بعدش گوشش مالو پیچوندن. سلام، چطوری؟ خوبی؟ میدونم این روزا اصلا حال و روز خوشی نداری، از نوشته ها و مصاحبه هات مشخص پریشونی، داغونی، حقم داری. راستی اینا رو میبینی؟
قرار بود من اینا رو برای کشورم ایران عزیز بیارم، اما خب واقعیتش من مثل تو دروغگو و درمانده و فرومایه و چاپلوس نبودم، نتونستم اونجا خیلی دووم بیارم و خب خوشبختانه شرایطش رو هم داشتم و مهاجرت کردم. الانم یه شرایطی پیش اومده که تو هم تصمیمتو گرفتی دیگه، به هر حال هی اینور اونورش نکردی، هی سعی داشتی پاتو یه دونش اینور بذاری یه دونش اونور بذاری، الان دیگه وجدانت هم راحت شد، خلاص شدی، مسیرتو مشخص کردی، ادامه بده، ما هم ادامه بدیم. بله قشنگ تر از این نمیتونی لش کنه به نظر من. اما این بزرگ میهن پرست پوشالی ما پرویز پرستویی یا پشیمون میشه یا بهش میگن آقا داداش پس حرمت کتلت چی میشه، حالا هرچی شده خامنه ای گوششو پیچونده گفته بهش زنگ زدن، هرچی بوده که مجبور میشه اون پست اینستاگرامی نامه به خامنه ای رو حذف کنه. حالا دقیق تر بگم در نامه خودش به خامنه ای نوشته بود روانیست مردم از نداری و تنگ دستی در خیابان ها گاز اشکاور بخورن، و این داستانه که سامر رجبی هم به پاک کردن پست اینستای پرستوی واکنش نشون داده و گفته آقای پرویز پرستوی نامتون به دست ضحاک ماردوش رسید، آیت الله خامنه ای تان فرمودند واسه هر کی بچه دروازه غاری واسه ما نوچه سرداری، برو به اسم صلح و امنیت بزن تو گوش مخالفان مشکلات حل میشه. آیت الله گوش زد کرد، داری میری بی زحمت این خونا رو بکن زیر فرش که کسی نبینه. بله این یک جمله پرویز پرستویی رو هم نظام بر نتابید، بهش گفت داداش دیگه زیادتر از کوپونت حرف نزن و پاتو درستر از گلیمت نکن. اما جالب دیدین حالا راست یا دروغ نمیدونم، ولی بعضی از هنرمندان شروع کردن همینو بهونه کردن که آقا ما هم میخوایم حرف بزنیم گیریم. حمید فرخ نجات خیلی با نمک این استوری گذاشته بوده، چند دقیقه هم استوری پاک کرده، گفته آقا ما هم هممون گیریم، مشکل مالی داریم از ترس، حالا ستاره گذاشته اونجامون و از ترس تماس با شماره پرایوت نامبر بچه های بالا صدامون در نمیاد، توی این پیج جمع میشیم عربده میکشیم و تهدید میکنیم، یکیمون آدم عاقله میشه و میگه نه به صلاح نیست این پستو نذار، نصیحت میکنیم هم و بعدش یکم به لحاظ وجدانی تخلیه میشیم که من میخواستم قیام کنم ولی این رفقای عافیت طلب ترسون نذاشتن و یکم سبک میشیم. اینا تبعات عائله مندی و پیریه، هممون درگیرشیم، هممون گیریم. تا ایشون فکر میکنه آدمایی که تو خیابونن الان اونا نه عائله مندن نه پیرن نه ترس دارن، نه آقا همه مثل همین میگه، فرقش اینه که شما هنوز تعجیبت مونده، تعجیب شما هم خالی بشه شما هم میگه تو خیابون. بله فرقش اینه. اما تیم ملی فوتبال کانادا که برای اولین بار به جام جهانی فوتبال صعود کرده از تیم ملی ایران برای برگزاری دیدار تدارکاتی در ونکوور دعوت کرده. دعوت کانادا از تیم ملی فوتبال با واکنش‌های مختلفی روبرو شده، از جمله خود جاستین ترودو نخست وزیر کانادا واکنش نشون داده، گفته این انتخاب تیم فوتبال کانادا بود، به نظرم فکر خوبی نبود که تیم فوتبال ایران به کانادا دعوت بشه، اما کسایی که اون رو برنامه‌ریزی کردن باید توضیح بدن. یعنی خوش کشتی که گفت آقا به من چه ربطی داره. الان فکر کنم قشنگ یه سری از دوستان ناراحتی گوش و حلق و بینی گرفتم. حامد اسماعیلیون یادداشتی در گلوبال اند میل منتشر کرد، نشه من میتونم بفهمم که فوتبال کانادا در تلاش تا محبوبیت فوتبال در کشوری که بیشتر افراد طرفدار هاکی هستن افزایش بده، اما این دعوت مثل سیلی محکم به صورت همه کسانیه که در سرنگونی هواپیمای اوکراینی زندگیشان ویران شد. گفته در ایران فوتبال بسیار محبوب و ذاتاً سیاسی، مانند بسیاری از فعالیت‌ها در ایران فوتبال در آنجا نیز تحت کنترل سپاهه و به نظر میرسه اعضای آن برای همراهی تیم ایران به کانادا اعزام میشن. با نفوذ سپاه در فدراسیون فوتبال برخلاف استقلال ظاهری که فدراسیون فوتبال از دولت داره، اما در واقع تابع سپاه هستش. بسیاری از
باشگاه‌ها تیم‌های ورزشی در ایران توسط افراد مرتبط با سپاه چه از طریق مشارکت در گذشته و چه در حال حاضر اداره میشن. بنابراین این باشگاه و تیم‌های ورزشی تبدیل به ابزارهای دیگری برای حکومت ایران جهت اعمال بی‌عدالتی‌های سیاسی و اجتماعی شدن. هیچ کس اهمیت بازی‌های دوستانه و حق ورزشکاران برای تمرین با حریفان مختلف انکار نمی‌کنه، اما این توهین به کسانی است که عزیزان دل خود را در سرنگونی هواپیمای PS752 توسط سپاه از دست دادن و هنوز پرونده اون علیه سپاه بازه. این دعوت همچنین توهین به امنیت همه کانادایی ها از جمله خانواده های قربانیان پروازی که سالهاست توسط نیروهای امنیت و اطلاعات ایران مورد آزار و اذیت قرار گرفتن. اما جالب بدونید جمهوری اسلامی یک کشتی خارجی رو دوباره در خلیج فارس توقیف کرده، خدمش هم بازداشت کرده. رسانه‌های داخلی گفتن این کشتی خارجی رو به اتهام حمل 550 هزار لیتر که سوخت قاچاق بوده توقیف و خدمش رو بازداشت کرده، ولی بازم نگفتن آقا قاچاق از کجا به کجا. بعد مگه شما کی هستین؟ مثلا مگه ژاندارمین؟ مثلا یه نفر اگه از بورکینافاسو داره قاچاق بره به یه جای دیگه، شما چه ربطی داره؟ که هنوز مشخص نیست داستان چیه. جالبه این چندمین کشتی که این اتفاق براش افتاده و هیچ جایی هیچ حرفی هنوز نزده که آقا کشتی متعلق به کدوم کشور بوده، کی اجارش کرده بوده، داشته برای کجا سوخت می‌برده و هیچ مطلبی در این رابطه گفته نشده. فقط می‌دونم این قایقای تندرو الان شده کابوس همه کشتی‌هایی که دارن در خلیج فارس مسیر رو طی می‌کنن. خبرگزاری فارس به نقل از مقامات حسین دهکی فرمانده مرزبانی هرمزگان این خبر تایید کرده. فارس همچنین به نقل از یک مقام قضایی گفته 7 خدمه کشتی دستگیر شدند. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با تاییدیه این خبر گفته با هماهنگی دادستان عمومی و انقلاب بندرلنگه نیروهای دریابانی این شهرستان پس از شناسایی فروند کشتی خارجی حامل هزاران لیتر سوخت قاچاق در آب‌های خلیج فارس نسبت به توقیفش اقدام کردند. اینستا نوشته این کشتی به بندری در جنوب اسکورت شد و برای بررسی لازم در اختیار مقامات قضایی قرار گرفت. بازم مشخص نیست که این کشتی متعلق به چه کشوری بود و به چه بندری منتقل شده. اما روزی اتفاق عجیب و غریب دیگه هم افتاد. باز هر روز میگیم آقا این خشم مردم به یه جایی رسیده، این فنره هر لحظه ولشه میخوره تو چش و چالتون، گوش نمیکنید. امروز در بنیاد مستضعفان ایلام یکی از کارکنان اخراج شده. این بنده خدا رفته برگشته تو اداره و با یه دونه کلاشینکوف وارد شده، یه در رو به گروگان گرفته و در نهایت هم انگار یه تعدادی رو زده کشته. خبرگزاری های داخلی نوشتن این آقا که 37 سالش هم بوده کارکنان در یک اتاق به گروگان گرفته و اقدام به تیراندازی کرده و با منفجر کردن نارنجک ها 4 نفر رو میکشه، 7 نفر هم زخمی میکنه. اینطور که خبرگزاری داخلی نوشتن در ادامه به حضور نیروی انتظامی نیروهای امنیتی و تنگتر شدن حلقه محاصره خودش اقدام به خودکشی کرده. صبر مردم تهشه. بازم تاکید میکنم آدمای زیادی هستن که انقدر شجاعت دارن به جای اینکه خودکشی کنن تصمیم میگیرن که یک کار مثبت، یک قدم مثبت‌تر بردارن. دقت کنید توی اتفاقاتی که دارید برای مردم کشورمون رقم میزنید. اما وزارت خارجه آمریکا گفته سرنوشت زندانیان دو تابعیتی در ایران رو به مذاکرات گره نمیزنیم. نت پرایس تاکید کرده که احیای برجام قطعی نیست، اما آمریکا میخواد بازگشت شهروندان زندانی خودش به آمریکا رو قاطعانه حل کنه. پرایس با اشاره به موضوعات کم باقی مانده در مذاکرات گفته الان نوبت جمهوری اسلامی تا جدیت خودش رو نشون بده، تا این لحظه دستیابی به توافق دور از دسترس. پرایس تاکید کرده که جمهوری اسلامی برخلاف آمریکا در این مذاکرات همیشه از خود حسن نیت و جدیت نشان نداده. و اما انتظار میره انریکه مورا که چند روز پیش به تهران سفر کرده بود در روزهای آینده با راب مالی دیدار داشته باشه و در جریان جزئیات گفتگوهای خود به جمهوری اسلامی قرار بده.
و اما دوستای عزیز و مهربون، یه ویدیوی براتون پخش میکنم از یک خانواده همزبان هستش که بی سرپرست هستن در ترکیه. وضعیت زندگیشون، شرایطشون بسیار بسیار نامطلوبه، انقدر مشکل دارن که شاید باورتون نشه که از بزرگترین آرزوهاشون اینه که فقط بتونه یه آب گرم کن تو خونه داشته باشن. زبان که هم مادر بیماره هم فرزند بیماره. این تیکه فیلم کوتاه ببینیم، شاید بتونیم با کمک هم یه همیاری انجام بدیم که وضعیت زندگی اینا هم یه مقدار بتونه بهتر بشه. سلام به همه دوستای خوبم. امروز میخوام شما رو با یک خانواده فارسی زبان دیگه آشنا کنم که در ترکیه گیر افتادن و در شرایط خیلی بدی دارن زندگی میکنن. باز هم یک خانواده بی سرپرست که وضعیت خونهشون افتضاحه. یعنی من موندم این خونه چجوری هنوز سرپاست و دور از جانشون خرابه نشده. هم مادر خانواده بیماره و هم دختر خانواده بیماره. شرایط بسیار بسیار سختی که در این شرایط بد اقتصادی که مثل کشور ما در ترکیه هم حکم فرما شده، بزرگترین مشکل، مشکل نداشتن آب گرم کن در سرما و نداشتن هزینه دارو و درمان برای مادر خانواده و برای دختر خانواده است. امیدوارم که دست به دست هم بدیم. قدم بسیار بزرگی نیست ولی با کمک هم برداریم. سلام علیکم، من سمیرا رضایی هستم از افغانستان. یعنی خب من و خودم مستم با دو تا بچه هم در اینجا تو بی سرپرست هستیم و مشکل مالی خیلی سخت برم، در حیاتی که مثلا وضعیت خانم خوب نیست، از امکانات صفر هستیم، آب گرم کن نداریم دیگه. خب این خانه، شرایط خانه رو میبینه، خب مجبورم اینجا شدیم چون که تمام پرداخت کرایه بیشتر رو ندارم. در حالی که وضعیت خانم خرابت، الان خیلی وقت میشه دخترم دل درد است که دکتر بردیم، اوایل مثلا میگفت از رطوبت است، خانه رطوبت داره، زیر زمین چی است، دکترا میگفت باید لباس گرم بپوشه، دمپایی بپوشه یا میتونی جای توس کنی. خب این روز که دکتر گفت، من خدای شرایطش اش نداشتم و حتی این مدارکای دکترم که هست، حتی دخترم میخواستن مثلا میفت اپندیس شده یا چی شده باید جراحی بشه، که اونم دکتر جراح بردم، خب چی کرد؟ گفت نه، چون سنش کمه نیاز نیست، دارو داد. من خودم مشکل آلزایمر دارم خیلی شدیده، در حد که مثلا یک چیز رو جای بذاری میساد دنبالش میگردم، بعد از او زود عصبی میشم، شبا اصلا خواب ندارم. بعد روان پزشکم رفتم، با مشاوره چند جلسه انجام دادن، گفت شما باید برین دکتر دارو مصرف کنین. خب من هزینه داروام از یک طرف برم مشکله، پول ترجمان که باید بتم برم پیش دکتر از یک طرف برم مشکله. خب اینا همش من از کجا بیارم؟ خب از وضعیت مالی من خیلی خودش رنج میبرم، در حدی که گفتم من خودم آلزایمر گرفتم، گردنم قده پیدا کرده، اینا همش رفتیم دکتر از اعصاب است. میگه تو شما خیلی استرس دارین، چی مشکل دارین، اینجوری شدین، مریض شدین. دکترم که رفتیم بخاطر که قدای گردنم بر اومده، در اومده، دارو مصرف کردیم. الان گفته بعد از 6 ماه که دارو رو مصرف کردی تمام شد، بعد 6 ماه بیاین ببینیم آیا خوب شدین نشدین. اگه خوب شدین که هیچ، اگه نشدین دوباره باید جراحی بشین، چون دارو مصرف کردین خوب نشدین باید جراحی بشین. خب الان من بیمه من بسته است، خب من الان برم بیمه من بسته است، خب من پول ترجمان یک توان دارو خریدن پول ترجمان نداشتم، که الان من برم دکتر بگه جراحی لازم دارین، من خب اینا رو از کجا بیارم؟ خدایش برام سخته. درسته مثلا بچه های مالا میگه بیمه هسته، اما پول ترجمان باید بتم، پول دارو بتم، اما خودم هم اینه اینا همش نقصا و مدارکای داروهای دخترم هسته، اینا از خودم هم هسته که گفته 6 ماه بعد بیا که ما ببینیم خوب شده یا نه، که نیاز در جراحی دارین. خب خودم که یک سال بیمه باز بود، الان بیمه من بسته است. خانه هم تو وقتی زمستان میشه با ترس لازم شه باسم میخوابم، چون برف باران میکنه میمم سقف خانم نریزه سرم، چون از وضعیت خانه خیلی استرسم دارم. خب همین مشکلات دارم که آلزایمر گرفتیم، گردنم کلش از اعصاب است، میگه کلش از استرس و از اعصاب است، قدرت در آورده گردنم، اینا همش از استرس است. خب من اگه پول داشته باشم، خب خانه خود عوض کنم یا برم من دوا و دکتر دختر مکنم، از خود مکنم، از یک نظر که حداقل خیالم راحت بشه. ما مشکل مالی هم داریم، مشکل خانه هم داریم، از امکانات خانه هم که صفر هستیم، نه یک اتو داریم، نه یک جارو برقی داریم، نه یک آب گرم کن داریم، نه یک ظرفی داریم که مثلا آب جوش کنیم ما چای دم کنیم.
از هر نظر ما خدایش خیلی مشکل زیاد داریم. شرایطم خیلی سخت است. خانم خیلی وضعیتش خراب است. توان قدرت کرایه دادن زیاد ندارم. چون به سرپرستم خود من بچه ایم کوچیکه نمیتونم واقعا سر کار برم. زمستان که میشه خیلی برام سخته، خیلی. از یک طرف استرس خانه که باش سقفش جای نریزه، از آشپزخانه آب میاد، از حمام آب میاد و بچه های مثلا آب گرم کن نیست، خب با این مشکل حمام میرن. حمام خیلی سرد است، حمام سرده. آب گرم کنم ببرم مثلا آب کم بیارم، من مجبورم با آب عمو سرد مثلا بچه های من آب بکشم زودی بیارم. خب این مشکلات رو دارم. اما پسرم همی زمستان اصلا یک کافشان نداشت که مثلا مدرسه بره بیای یک کافشان بپوشه. در رفتیم از چند نفر روی زدیم، قرض گرفتیم تا یک کافشان، کافشانی که خیلی قیمتش پایینه. اونم بچه مثلا دوست نداشت، مجبور بودم گرفتیم که باشه این بپوشه بره مدرسه بیایه. بچه های مثلا دل سرد هستن. می مادر چرا مثلا ده اینجا آمدیم، چرا این وضعیت داریم؟ پسرم ده ای حد که دلش سرد است، اصلا می من مدرسه نمیرم، مامان مدرسه نمیرم، بذار ما برم سرکار، حداقل برم خانه رو عوض کنیم، حداقل برم یک کافشن یک کفش مناسب مثلا بر خودمون بخریم. ما زمستان که میشه مشکلات درد سرای ما خیلی زیاد میشه، خیلی. چی لباس گرم نداره بچهای ما، چی آب گرم کن نداریم، چی آب گرم نیست که در حد کافی حد لازم که بچهایم حمام برن. الان دخترم چند روزه هوا سرد است، اینم گوش درده، خدا شاهده دکتر بردیم، الان داروهاش هست، فقط یک شربت خشکنش خلاص شده. بردیم شه دکتر، میگه باد زده ده گوشش. چرا مثلا دخترت اینجوری شه؟ گوشش که شستین شما مثلا شستشو انجام دادین، چرا گوشش درد میکنه که معاینه میکنه دکتر؟ و اینا همش از سردی است، همش از آب سرد است، حمام سرد است، خانه سرد است. میگم زمستان که میشه ما مشکلات ما خیلی چند برابر میشه. اما خودم بخاطر بچه‌ام اینجا اومده مال مدرسه رای میکنم، چون وضعیت مالی ما صفره، حتی بچه‌م در حدی رسته که اصلا از مدرسه رفتن دل سرد شده. هر روز میگم مامان من نمیرم، بذار من برم سر کار تا از این وضعیت خلاص شویم. ولی من قبول نمیکنم، میگم نه، تو درس بخون، ان شاء الله این روزا میگذره سر ما. بله این روزا که حتما میگذره، ولی مهم اینه که ما سعیمون رو میکنیم با کمک دوستان همزبان شما کاری کنیم که این روزهای مقدار راحت تر بگذره. دوستای عزیزم، این یخچال این خانواده است که هم فریزرش هم یخچالش چیز قابل ارزی برای خوردن نداره. دست به دست هم بدیم کمک کنیم تا بتونیم برای این خانواده آب گرم کن بگیریم، پول داروهای مادر و دختر خانواده رو فراهم کنیم و بتونیم یک دلخوش کنکی برای پسر خانواده هم جور کنیم. برای کمک به هموطنان عزیزمون به وبسایت www.noruz.org مراجعه کرده و یا با شماره تلفن 1-704-544-7800 تماس بگیرید. امیدوارم که همه پا جلو بذارن، حالا عددش هر چه آدم کم بود اشکالی نداره، ولی در کنار همین قطره ها رو جمع کنیم، باش میتونیم یک موج خروشان درست کنیم، با بکنید خیلی مشکلات رو میتونیم حل کنیم. 1-704-544-7800 شماره بنیاد و یا noruz.org که میتونید از طریق وبسایتشون کمکاتون رو به این خانواده مستمند یا به بقیه خانواده هایی که در غربت گرفتار هستند برسونید. اما بریم سراغ بقیه اخبار. برای اولین بار نیروی هوایی اسرائیل رزمایش با هدف شبیه سازی حمله به جمهوری اسلامی رو انجام خواهد داد. بنا به گزارش تایمز اسرائیل، تل آویو از 8 خرداد و در چهارمین آخرین هفته از مانورهای نظامی یک ماهه خود که در قبرس جریان داره، رزمایش‌های شبیه‌سازی شده با هدف حمله گسترده نظامی به جمهوری اسلامی از جمله تهاجم به تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی و اهداف نظامی رژیم اجرا خواهد کرد. در این رابطه ارتش اسرائیل اعلام کرد با استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی در حال تهیه بانکی از اهداف احتمالی در ایران هستش. ارتش اسرائیل همچنین به دنبال روش‌هایی هستش که با استفاده از اونها بتونه تأسیسات زیرزمینی جمهوری اسلامی را هدف قرار بده و با سامانه‌های ضد هوایی جمهوری اسلامی مقابله کنه.
هدف‌های حمله اسرائیل، همچنین کسب آمادگی‌های لازم برای مقابله و واکنش‌های تلافی‌جویانه جمهوری اسلامی و گروه‌های تروریستیش در منطقه رو در نظر می‌گیره. این تحولات در حالی هستش که با توجه به توقف طولانی مذاکرات، عدم اطمینان از بازگشت جمهوری اسلامی به برجام 2015 افزایش پیدا کرده. ارتش اسرائیل از سال گذشته تمرینات نظامی برای انجام حملاتی علیه تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی رو افزایش داده. در همین رابطه ابراهیم رئیسی ماه پیش تهدید کرد به کوچکترین اقدام علیه جمهوری اسلامی نیروهای مسلح قلب اسرائیل رو هدف قرار خواهند داد. بریم سراغ اخبار خارجی. پوتین گفته غرب با قطع وابستگی به انرژی روسیه دست به خودکشی اقتصادی میزنه. کمیسیون اروپا در ارزیابی‌های خود هزینه قطع وابستگی به بخش انرژی روسیه را 206 میلیارد دلار برآورد کرده و اتحادیه اروپا از دستیابی به اجماع برای تحریم نفت روسیه باز مانده. وزرای خارجه اتحادیه اروپا نیز در متقاعد کردن مجارستان به پایان دادن به مخالفت‌های خود با تحریم نفتی علیه روسیه ناکام موندند و این کشور همچنان به کارشکنی‌های خود در برابر دستیابی به هر گونه اجماعی در اتحادیه اروپا برای اعمال این تحریم‌ها علیه روسیه ادامه می‌دهد. در همین راستا پوتین در سخنرانی خود درباره توسعه بخش نفت گفت که غرب با قطع وابستگی به منابع انرژی روسیه دست به خودکشی اقتصادی زد و بر ناتوانی کشورهای غربی در قطع وابستگی به واردات نفت و گاز از روسیه تاکید کرده. پوتین اعلام کرده که اقتصاد غرب در پی تصمیم‌های خود درباره تحریم بخش انرژی روسیه متحمل زیان‌های هنگفتی شده. اضافه کرده غرب روسیه رو مسئول تورم موجود در حوزه انرژی میدونه، اما مسئولیت اصلی متوجه خود اونهاست. پوتین همزمان به تلاش برای ایجاد شرایط مناسب در راستای همگامی با تحولات حوزه انرژی به رغم اعمال تحریم‌های غرب تاکید کرد. از سوی به گزارش رویترز، مقامات خزانه‌داری آمریکا دیشب تاکید کردند که قصد دارند ایده اعمال تعرفه‌های گمرکی بر نفت روسیه از سوی کشورهای اروپایی رو در نشست وزرای دارایی گروه 7 به عنوان جایگزینی فوری برای تحریم کامل نفت روسیه مطرح کنند. اما فنلاند و سوئد بالاخره درخواست خودشون برای پیوستن به ناتو امروز دادن و اگر مخالفت‌های ترکیه مانع پیوستن نشه، تقویت ائتلاف نظامی غرب یک شکست بزرگ تونسته برای پوتین رقم بزنه. در کل ناتو از آنچه که به گفته او لحظه تاریخی است که باید از آن استفاده کنیم صحبت کرده و هنگام دریافت درخواست‌های دوگانه از هر دو کشور در مقر ائتلاف نظامی ترانس آتلانتیک در بروکسل از این اتفاق به نیکی یاد کرده و بسیار استقبال کرده. ینس استولتنبرگ از روز خوب در یک زمان حساس صحبت کرد. اما ایلان ماسک گفته پس از سالها رأی دادن به دموکرات‌ها دیگه از این بعد به جمهوری‌خواه رأی میدم. اینم جالبه، تا الان همیشه صحبت از این بوده که هیچ کس جهت‌گیری سیاسی ایلان ماسک رو نمی‌دونسته. فکر کنم تو این یک ماه گذشته یک بار در مورد اوباما صحبت کردش، گفتش تو دموکرات‌ها اوباما رو خیلی دوست داشتم. اما ایلان ماسک این رو در مصاحبه با پادکست آل این گفته. ماسک گفته من از نظر تاریخی به طور قاطع به دموکرات‌ها رأی دادم. گفتم مطمئن نیستم که حالا بگم همیشه رأی دادم، ولی میتونم بگم که هرگز به یک جمهوری‌خواه تا حالا رأی ندادم. ماسک گفته توییتر تعصب بسیار چپ افراطی داره، اون مدعی نه جمهوری‌خواه نه دموکرات، اون مدعی بود که همیشه من وسط وای میستم. در این البته مسابقه که انجام داده، هم مسابقه که در اون گفته هر کسی که تل ترامپر رئیس جمهور رو کنترل میکنه اون رئیس جمهور واقعیه. میدونی که مدت هاست بایدن وقتی جایی میخواد سخنرانی کنه متنش اون جلوش روی یه صفحه بسیار بزرگی نوشته میشه، معمولا برای کسی که خبر میخونن یه مونیتور 32 اینچی دیگه نهایت بزرگ بشه، ولی برای بایدن ممکن به اندازه عرضه یه استادیوم ورزشی هم باشه. گفته داغ هر کی اونو کنترل میکنه متن رو داره مینویسه اون رئیس جمهور واقعی دیگه. حساب کن مثلا بایدن داره میخونه یکی کیبورد رو وردار اونجا شروع کنه بنویسه آره فردا به روسیه حمله میکنیم، نمیدونم اینجوری میکنیم اونجوری میکنیم. همچنین دلیل تورم رو مشخصا گفته که آقا دلیل تورم اینه که 1 میلیارد دلار پول ورشن چاپ کردن. خب معلومه تورم به وجود میاد. در پاسخ به سوالی درباره ادعای جف بزوس صاحب آمازون مبنی بر اینکه کاخ سفید داره جهت‌دهی اشتباهی میده در رابطه با تورم و موضوع پیچیده میکنه، گفته منظورم از تورم اینه که دلیل واضح تورمی که دولت میلیاردها دلار پول بیشتر از اون چیزی که
داشته چاپ کرده. در جای دیگه هم گفته انگار که دولت چکایی رو کشیده که پول نداره موجودیشو پر بکنه. و اما اینم خیلی جالبه، حسابرسی دقیق نشون میده نصف دنبال کنندگان جو بایدن در توییتر جعلی هستن. میدونید که الان بحث حساب جعلی توییتر خیلی داغه، به خاطر اینکه ایلان ماسک تقریبا میتونم بگم که نمیخوام بگم جا زده، ولی یه توقفی داده به داستان، گفته باید تعداد اکانت‌های جعلی مشخص بشه بر اساس یک ابزار حسابرسی ارائه شده توسط شرکت نرم‌افزاری اسپارک تورو. تقریبا نصف 22 میلیون دنبال کننده فعلی شغل مغز چینی در توییتر حساب‌های جعلیه. حالا نصفش که خوبه، برای خامنه‌ای فکر کنم تقریبا 90 درصدش جعلی باشه. ابزار اسپارک تورو بر اساس تجزیه و تحلیل تعدادی از عوامل از جمله مسائل مربوط به موقعیت مکانی، تصاویر حالا پروفایل و کاربران جدید که کی اومدن و اضافه شدن و غیره، به این نتیجه رسیده که 49.3% از حساب‌هایی که اکانت رسمی توییتر رئیس جمهور آمریکا یا پوتوس رو دنبال می‌کنند همشون فیک هستند. ایلان ماسک نسبت به تعداد حساب‌های جعلی ابراز نگرانی کرده و تا چند وقت دیگه احتمالاً کاربرانی مانند بایدن تعداد زیادی از فالوورهای خودشون از دست میدن. یه اتفاق بسیار بسیار خوبه برای تمام مدیران این نظام خونخوار ما، این اتفاق خواهد افتاد دیگه. از این صحنه که یه نفر 50 تا اکانت داشته باشه دیگه نمیبینید. ماسک گفته که قرارداد 44 میلیارد دلاریش برای خرید این شرکت تا زمانی که مشکلات مربوط به حساب‌های جعلی حل نشه نمیتونه ادامه پیدا بکنه. ماسک ادعا کرده که 20% از حساب‌های توییتر حساب‌های جعلی هستند و این رقم 4 برابر اون چیزی که توییتر ادعا کرده بوده. تازه گفته حتی میتونه از این 20% هم بیشتر باشه. ماسک نوشته پیشنهاد من بر اساس دقیق بودن پرونده‌های SEC توییتر بود. دیروز مدیر عامل توییتر به طور علنی از نشان دادن مدارک کمتر از 5% خودداری کرد. مشخص نیست که ماسک چطور به رقم 20% رسیده. او و آگروال روز دوشنبه یک سری توییت در مورد موضوع اکانت‌های جعلی رد و بدل کردند. آگروال نوشته ما هر روز بیش از 500,000 حساب فیک رو داریم معلق می‌کنیم، معمولاً قبل از اینکه هر یک از شما اونها رو در توییتر ببینید. یعنی مثلا میخواد بگه همون لحظه که رو اکانت میسازه ما میزنیم میره. همچنین هر هفته میلیون ها حسابی رو که به احتمال زیاد فیک هستن رو قفل میکنیم. اگه اونا نتونن از چالش های تایید انسانی عبور کنن قطعا قفل میشن، تایید تلفن و غیره. مدیر عامل توییتر همچنین گفت که این شرکت هر 3 ماه تخمین زده که کمتر از 5% از کاربران فعال روزانه قابل کسب درآمد یا MDAU حساب‌های اسپم هستن. ماسک ابتدا به موضوع 13 توییتی آگروال با یک ایموجی پوپ پاسخ داد، کل اینی که گفتی چرته، و بعد نوشت پس چطور تبلیغ کننده ها میدونن که برای پول خودشون دارن چی به دست میارن؟ کسی که تبلیغ میده دنبال اینه که چی به دست بیاره. یعنی یه سری اکانت فیک بیان ببینن، مثلا 500 تا اکانت بیان ببیننش که هر 500 تاش برای یه نفره. این برای سلامتی مالی توییتر مشکل اساسیه. گمان زنی هایی وجود داره مبدی برای که ماسک ممکن از مشکل حساب های جعلی برای مذاکره در مورد یک معامله بهتر برای توییتر استفاده کنه. حقش هم هست. به هر حال قیمت سهام توییتر الان شده 36.80 $36.80 به ازای هر سهم که میزان قابل توجهی کمتر از $54.20 هستش. البته پول هنوز ایلان ماسک نداده، ولی طبق قانونی پول بابت 5%، یعنی با محاسبه 5% بوده دیگه. ماسک روز جمعه در توییتر اعلام کرد که قرارداد جدید این شرکت به طور موقت متوقف شده تا جزئیاتی در انتظار محاسبات باشه که حساب‌های جعلی و فیک در واقع کمتر از 5% از کاربران تشکیل میده قرار بهش ریپورت بدن. تصمیم ماسک برای به تعویق انداختن معامله قیمت سهام توییتر رو در معاملات پیش از بازار روز جمعه 15% کاهش داد. توییتر از سال 2019 تخمین 5% رو گزارش کرده و در 11 گزارش 3 ماهه اخیر این شرکت ذکر شده. همونطور که میدونید قیمت سهام این سایت های حالا چی رسانه اجتماعی به تعداد کاربراشونه. وقتی ما داریم در مورد عدد بسیار بزرگ صحبت میکنیم، من نمیدونم چند نفر، حالا فرض کنم مثلا 1 میلیارد نفر در توییتر هستن، چون 1 میلیارد نفر هستن قیمتش انقدره. اگر 20% فیک باشه بشن
به جای 1 میلیارد بشن 800 میلیون، قاعدتا 20% از قیمت هم حداقل افت باید بکنه و این همون فاصله ای که احتمال زیاد داره که ایلان ماسک بخواد اونو بکشه بیرون. اولا این امکان رو میده که خود توییتر قبل از اینکه ایلان ماسک تحویل بگیره پاکسازی کنه، همه فیک‌ها رو بریزه بیرون، حالا میخواد برای بایدن باشه، میخواد برای خامنه‌ای باشه، واسه هر کی باشه بره بیرون. و مطلب بعدی که میمونه این هستش که خب حالا قیمت چقدر، حالا اون موقع با اون تعداد یوزر اونقدر بوده، حالا که تعداد واقعی یوزر در اومده میتونن بشنن با هم دیگه مذاکره کنن. اما ممنونم که اخبار 24 ساعته منو گذشته رو با من دنبال کردید. سراد متقی امروز حالا عمومی خیلی خوب نبود، ببخشید اگر که خیلی ریپ زدم و اینکه یه سرفه خیلی گوش خراشم وسط برنامه کردم، عذرخواهی میکنم ازتون، هنوز این سرفه خوب نشده. ممنون شما اگر لایک بزنید، در فضای مجازی به اشتراک بگذارید و اگر هم تالا در کانال سابسکرایب نکردید ممنون میشم سابسکرایب کنید که بتونیم بیشتر با هم دیگه باشیم. یه استراحتی میکنم، با یه بخش اخبار آمریکا در خدمت شما خواهم بود. ممنون از اینکه با من همراه بودید. تا دقایقی دیگر، خدا نگهدار.